چه عواملی باعث میشه در بعضی مواقع شخصیتمون پشت فرمون تغییر میکنه؟ اینها تصاویر مستندی از چند دعوای خیابونیه. در سال 92 ما 607349 مورد مراجعه کننده پزشکانی متعاقب منازعه داشتیم که شامل انواع منازعات البته. حالا با یه حساب سرانگشتی متوجه میشیم که به طور متوسط هر ماه 51,000 درگیری، هر روز 1,600 تا و در هر ساعت هم 70 نزاع خیابونی منجر به تشکیل پرونده در پزشکی قانونی شده. اصل ماجرا اینجاست که درصد زیادی از این پرونده ها به درگیری هایی برمیگرده که مربوط به رفتارهای نادرستمون در حین رانندگیه. به دنبال یه تصادف خارج میشن از خودرو و پرخاشگری میکنن و در واقع به هم حمله میکنن و دچار درگیری میشن متاسفانه. آقا نگیر، آقا نگیرید. همین آقایون الان جلوی یه در باشن چه کار میکنن؟ هزار تا تهارا با هم دیگه کفاره میکنن، اما هیچ موقع رانندگی هیچ کی با هم دیگه صبر نداره، هیچ کم نمیخواد برام دیگه راه بده که بره. نه به قانون احترام میذاریم، نه به حریم دیگران احترام میذاریم. باش یه ماشین دستمونه فقط میخوایم بگیریم بزنیم. همه هم همیشه اون تیپی نیستن که فرنگیش نداشته باشن. یه وقتای خاصی آدم اعصاب نداره، شاید فکرش از جای دیگه خورده، نمیدونه چه سرعتی داره، چه اتفاقی براش میخواد بیفته. فرهنگ مثلا بین خطوط رانندگی کردن همین راننده الان تو خیابونای ما اصلا جا نیفتاده. کمربند ایمنی اول فرهنگ سازی کردن، من الان دیگه از خونم میام بیرون میبندم.